سلام خوشبختان در اختیارتون هستم حالا سجاد رحیمی هستم از گومد کابوس استان گلستان حالا انگیزه که داره میکمه ولی هست دیگه میگه خنده بر هر درد درد در 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 همون خنده بر هر درد در بی درمان دواس الا همون که خودتون میدونین شما گفتین تا اینجا بیشتر نرم همین دیگه ما تو سینماک دنبال کنید آقا سلام خسته نباشید وقتتون بخیر من یه دو تا خاطره دارم اگه قول بدین بخندین اولی رو که گفتم دومی رو بیام دومی رو گفتم خندیدین رای دادین سری بعدی بیام خاطرات پدرم من میگم ببین تارف ندارم اینجا اولین خاطره من پنج سالم بود بابام یو بهم گفت که پسرم فردا تولدته گفتم بابا تولد من پارسال تو عید نبود گفت چرا گفتم خب الان وسط تابستون نیستیم، گفت خب چرا گفتم خب پس این جوری میشه پارسال عید بوده تولد من امسال افتاده وسط تابستون گفت نه دیگه احمق سال ده روز میاد اینور گفتم بابا اگه سال یه ماه هم بیاد اینور بازم نمیشه که پارسال اون گفت زر نزن اگه نه با آرنج میزنم دم چی دیگه من ساکت بودم گفتم باشه حل بیا گو اگه خیلی ناراحتی تولد از خودم میگیرم گفتم نه اصرار داری واسه من بگی خلاصه خلاص روز تولد شدیم ور اون ور گو برو اومدن خوش اومد کن فلان رفتم دیدم دختر خاله اومده دختر امو اومده امو من اومده بود پسر امو هم اومده بودن پدر بزرگ هم بابا این پدر بزرگ واسه تولد من دوت گرد گفت خفه شو اینا فامیلاتن اونجا بود من بازم کوتاه آمدم خلاص اینا یه خورده رقصیدن این بر, بر من دیدم نه بهم حال نمیده رفتم بیرون رفتم بیرون پسرمم از من یه دو سه سال بزرگتره بعد بهم گفت که سجاد بیا بریم یه لاک پشت خریدم صحبت میکنه اینا با تو آوردم ببریم تو اتاق ده. من لاک پشت من آدمی زاد شینی میدیدم درسته هم صحبت کنه لاک پشت صحبت کنه دمت آقا رفت من بردن تو اتاق همین در و اتاق باز کردم او بالا تختمو و شیرشیره زدن و بادکنک آوزون کردن و دمتون گرد بابا کدوم تولد دیدی شیرشیره آوزون کنن از بالا تخت ما دومش باشیم همینجوری داشتم صحبت میکردم یه ها دیدم یه دخترون بر وایستاده چاقو همین قدستش اونجا دوزارم افتاد دوزارم افتاد فهمیدم که اینا همش تله تولد من دکتر دعوت میکنه هیچ چی دیگه من صورتم خیلی باله خیلی دویدم 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 تو مطبخ گیر افتادم منو گرفتن ما رو خلاصه قیچی کردن یه بار سنگین رو دوشمون برداشتن خلاصه نه خندینا شطور یکی در خونه همه تون خوابیده واسه من سنگین تر خوابیده بود هزمش نمیتونست کنم همون بعد بعدن که من فهمیدم که این شطوریه که در خونه همه میخوابه من هر کی میدیدم خندم میگرفت حتی بابام بعد بعدا تازه پدر بزرگ هم دیدم خندم گرفت و ده اینم آره آره خلاصه بخندین راحت باشین آره خب دوم میرم بس میگم باید سیالا فعلا اولی هم تمام نشد بعد چند روز را... چند روز دو ماه طول کشید من این دامنه از پام در اومد گفتم خب حالا وقت انتقامه رفتم پسرموم که بهم گفته بود بریم لاک پشت سخنگو اینا بشکادم بیا بریم یه توتی دارم سخنگو فلا اینا گفت نه نمیام گفتم بیا بریم توتی سخنگو ما عامل شده بدم گفت نه گفتم بابا توتیه صحبت من لاک پشت است گفت نه گفتم نگاه اگه با تو رو پایم بزنی گفت نه هر کار که کردم کثافت دم به تله نداد بعد فهمیدم که این شطور خوابیده بوده در خونه خودش گفتم باشه برو دیگه با تو کار نداریم خاطر اولیم تمام شد خلاصه خاطر دومی خاطر دومی ما درفت شیم رفتیم شمال رفتیم شمال ببین مسیر طولانی هر چی به دریا نزدیکتر می شده این شلوارا کوتاه‌تر می‌شد دیگه یه جای رسیدیم ما دیگه دیدیم داریم می رسیم به خود دریا دیگه بعد فشار راهم زیاد بود من خیلی فشار میده بود هر جور تعمل کردم گفتم برسیم خلاص دریا اونجا خودمون تقلیه کنیم رسیدیم بر اون گفتم بابا تو رو قرآن یه یه جا پیدا کن من وایستم پیاده شم من یه دریقه چیز کنم اینا بابا من با هم لجه بالاخره زد کنار دید اگه بخواد وای نسته دودش و خودش میره اونجا زد کنار زد کنار رو دیگه ما رفتیم یه صفحه دستشوه بود اینجا دستشوه بود ببخشید من چیز دارم میگم مثلا اینجا دستشوی بود 100 متر اون مرتر دریا بود ویو دستشوی رو به دریا بود خیلی اوکی اوکازیون بدید ولی یه دونه بیشتر نبود این یه دونه هم صف بزرگ طولانی کوچیک بود چهار پنج نفر بودن ولی چهار پنج نفر بودن آه. یعنی هر کدومشون میرفتن تو زیر 20 دقیقه نیم ساعت درد از قدیم گفتن دیگه هر که بامش بیش برف نه نه مثال چیزو قاطی نمیکنیم ولش کن خلاص نوبت ما هم گفتیم میرسه نوبت ما میخواست بشه اینا گفتم تو رو خدا بذاری من برم من مسافرم اینا دیدم اینا خودشون مسافر تر از منن راهشون طولانی تر هر کاری کردم من نذاشتم برم گفتم ببین نوبت من بشه برم اون تو دیگه در نمیام با هیچ کدوم میتونم شوخی ندارم یکی مونده بود به من که من برم داخل دیدم یارو رفته اصلا بیرون نمیاد ول نمیکنه اصلا گفتم ولشون ما با دل بزنیم به دریا اون همه دریا و همه آب دو روش دیگه ولش کن بریم کسیف کاری هم شد ولی خب رفتیم رفتیم و خودمون رو تخلیه کردیم خودم تخلیه کردم ها تخلیه کردم بعد یه دیدم با زیرم دریا درست کردم خواب می دیدم من رفتم دریا <تصور> ببین دریا جلون بود ولی من دریا زیرم درست گرده بودم ببین بیچاره شدم خب تک تک تو نگاه کنید من بیچاره شدم ولی زرنگ بودم این گریزاری علکیه من زرنگ بودم در جام اونجا نگاه کردم دو کی بخودم بخودم بخودم. دیدم دور برم کی است که جاشو با خودم عوض کنم نه دیدم داداشم است داداشمو بلند کردم آوردم جا خودم خودم رفتم اونجا رفتم اونجا ولی اینا صبح فهمیدن که کار من بوده بعدا متوجه شدن داداشم لاستیکی بوده ببین دارین این کارا رو میکنین خوبا این هر چیزی تو خواب دیدین ازش استفاده نکنین همش تله خب قبل اینکه میخواین استفاده کنین یه چک به خودتون بزنین خب حتی اون چیزی که تو فکرتون هست اونم خواستین استفاده کنین یه چک به خودتون بزنین بعدن استفاده کنین حداقل بدونین که واقعیتی اینجوری مثل من پاچتون نره بعدا یه نکته بعدی هم این که این کار هم دازه کردین استفاده کردین چیز شد تو پاچتون رفت جا عوض کردین یه بچه نزارین. بچه نهایتا 20سیسی اون دو لیتر کار بچه نمیزونه باشه خب بعد دازه نگاه کنین ببینین که حتما لاستیکی هم نباشه این نکتار را کردین راحت باشین دریاچه درست شونه اصلا. مشکل نداره در آخر هم دیگه خاطرات شمال محال یادم بره اون همه نه ولش کن ولش ولش آقا تمومه رأی بدین به من قول میدم خاطره بعدی من از بابام بگم سری ببینم ایزو